تربیه فرزندا بود به خاطر خواندن آن و کاری که در دستگاه اجرایی پرزیدنت به صورت سرمشاور بودن و من امکانیت درستی نمیداد که درسته به تربیه فرزندا به خواندن آن مشغول شوم. با می خاطر تنو با می خاطر رفتم و از رفتنم از یک جهتم پشیمانی دارم که نتوانستم با خلق ملت هر آن چیزی که امکانات داشتم نیروی خودم را صرف کنم. از طرف دیگر خرسندی دارم که همه فرزندانم در خارج خواندن. از اونجا من همین فرزندی که در سن پترزبورگ خواندم، در امریکا خواندم و دیگران در جاویدان در انگلیا خواندم، امروز در فرزندی آخری در هندوستان میخواند. تنها صرف به خاطر اینا، یگان زمینه دیگری ندارم. ناراضگی من از پرزیدنت محترم مولوی رحمان از دادگاه اجرایی پرزیدنت نیست. متاسفانه وقت کمتر بود. ما باید شخصیت هایی که در آفرینش سر نقش اساسی گذاشتن باید میگذاشتم. هرچند در دفترم با قید گرفتگی هستم. من در یک از مصاحبه ها من سوال دادگی بودن که آیا استاد نوری سزاوار آن است که در برابر محترم پرزیدنت محترم سازمان عنوان قهرمان تاجیکستان شد. ما با همین پاسخ مثبت داده بودم. این تقریبا 5 سال 6 سال پیش. امروز میارزد که چهره سن آفرین استاد نوری، آدمانی که از اپوزیسیون بودن و بیرون امروز از چی بگم از چشم جامعه ما موندن صحبت‌های خاصه شد که در صلح زحمت زیادی کشیدن از آن جمله از جانب اپوزیسیون. سپاسگزارم و میتوانم که در کجایی که باشد خدمت ارزنده اونا را خدمت کرده توانم، چرا که صلح از یک جانب نمیشود. صلح آفریده دو جانب است، مثل که پدر است، مثل که مادر است و از حیات یک جای اونیا فرزند وجود دارد. یعنی زحمت دو طرف است، از این طرف از طرف دولت با سرور محترم امام رحمان، از جانب پزان با سرور استاد نوری و امینا توانستند که جامعه تاجیکستان متحد سازند و در راه آفرینش صلح روانه.